The production of ETV Show is made possible by Elan Productions, a vision of excellence in video, photography, and graphics. And Beshkan Dance Academy, instruction and performance. Have you Beshkaned lately? دوستان سلام، شراره هستم از ETV شو در شبکه جهانی پن. امشب توی نایت کلاب اولان واقعا چه برنامه باحالی داشتن. آقای مهرشاد، بله مهرشاد، همونی که میگه بابا تو دیگه کی هستی. خیلی ممنون از تپش ایونتس و M4 پروداکشنز که این برنامه رو برای ما آوردن توی سنوزه شمال کالیفرنیا. با ما باشین که با مهرشاد بشیم حرف بزنیم. همونچی که بهتون گفتم، معلوم نشستم پر یک هنرمند خیلی خوبمون که واقعا بعد از یک آلبوم که This does not happen a lot، اصلا این اتفاق زیاد پیش میاد، بعد از یک آلبوم اینقدر معروف بشن که همه جای دور و بر دنیا بشن و همه اینقدر عاشقش بشن که مثلا توی شهر کوچیک توی سان فرانسیسکو شمال کالیفرنیا آمدن، همه دارن دیوونه میشن. ما تو اورنج کانتی که دیدیم که واقعا چه برنامه‌شون خوب بود که حالا امشبم اصلا هر دفعه که میریم مهرشاد جان بهتر و بهتر میشن. خیلی ممنون برای وقتتون که دارین برای ما امشب. قربون تو برم، مرسی. منم سلام دارم خدمت همه بیننده‌های خوب ETV شو و همچنین همه بر بچه‌های خوب ETV شو. مرسی عزیزم. خب به من بگو، تا حالا اومده بودین شمال کالیفرنیا؟ من اصلا اولین بار سان فرانسیسکو منظورتون رو داره؟ من اولین بار اومدم سان فرانسیسکو. خب چطور بود تا از الان؟ ولی من سه روز اینجا هم، ولی توی سه روز خیلی حال کردم. خوب بود، آره، بر بچه‌ها همه حال دادن. توی شهر کوچیک ما یه چیزایی هم داریم دیگه برای دیدن. اصلا شهر آب و هواتون خیلی فرق میکنه، خیلی بهتره. آب و هوا اینجا خیلی به نظر من مناسب تره. آخه بگم تو کجا زندگی میکنی؟ من دبی زندگی میکنم. الان چند وقت آمریکا هستی؟ الان حدود 3 ماه 10 روزه فکر کنم. همون 100 روزه دقیقاً. آخه. برمیگردی دبی؟ والا ببینم اگه کارم درست بشه، کاری که واسه کنسرتام اوکی شد، برمیگردم دبی، دوباره برمیگردم آمریکا. ولی اگه نه آمریکا میمونم. چه خوب، فکر کنم خیلی چیزه، همه بچه‌ها خیلی دوستان که بمونی همینجا پله ما. نه، چیه، من اصلا از هیچ نظری مشکلی ندارم. من دبی خیلی راحت‌تر از اینجا زندگی می‌کنم، فقط به خاطر پیشرفت موسیقی اینجاست باید اینجا بمونم. خب فقط پس دبی بیشتر دوست داری تا آمریکا؟ دبی از نظر زندگی کردن خیلی راحت‌تر میشه زندگی کرد تا اینجا. چجوری میگی؟ چجوری؟ خب میگم من اونجا به دنیا اومدم، بچه اونجا هم، همه چی راحت‌ترم تا اینجا. پس همیشه تو دبی زندگی کردی؟ هیچ وقت جای دیگه نرفتی؟ هیچ جا نبودم، همش دبی بودم. مسافرت رفتم جای کشورهای دیگه، ولی فقط دبی زندگی کردم. خب چه جور؟ بعد فامیلاتون چی؟ فامیلاتون همه دبی ان، خانواده‌ام بیشتر دبی ان، ولی چند تاشون هم ایرانه. Oh,
رفتی دور و بر دنیا؟ آره بیشتر تورایی چیزی رفتم، امسالم فکر کنم تا یک ماه دیگه میرم هلند، سوئد، انگلیس، آلمان و بعدش هم میام تو خود لاس ویگاس واسه کریسمس هم برنامه دارم اونجا. آه چه جالب. پس این فکر کنم این قبل از لاس ویگاس ببینیم. پس بچه که اگه بلیتاتون نخریم برای لاس ویگاس دیگه you have to come، بخواد دیگه مرشاد اونجاست. اگه برای هر چی که نمای بعد برای مرشاد بیاین. خیلی خوب. پس از همه جایی که رفتی کجا بیشتر دوست داشتی؟ یعنی از لحاظ خواننده، از لحاظ خواننده و پرفورم کردن، یعنی رو صحنه رفتن. تا الان خیلی برنامه رفتن خوب بوده. از برنامه خوبی که داشتم آخرین برنامه نوروز دبی بود و آخرین برنامه‌ای که اینجا داشتم بعد جشن مهرگان بود. آره خوب بود. حالا اینجا هم هنوز مردم اینجا رو نمی‌دونن ولی می‌دونم بهم گفتن، احساس می‌کنم مردم اینجا خیلی باحالن. سناز خیلی باحالن. مرسی. تو باحالی بابا. ببین هر چی می‌گیم ببین هر کی که خودش باحال باشه، هر جا که بره همون باحالن باهاش دیگه. و یونیک دارین آهنگ بابا تو دیگه هستی. مثلا یه اصطلاحی بود که مثلا یه چیزی بود که مثلا تو اومد بیرون همه دیگه داشتن میگفتن بابا میرفتی خونه یه چیزی میگی بابا تو دیگه کی هستی. یعنی خیلی ایده خیلی خوبی بود. سوژهش خوب بود. خیلی شایسته بود. حالا از کجا اومد این آهنگ؟ والله راستش رو بخوای تنظیم کننده و آهنگسازش پوریا دوست خوبمه و شعرش هم این سوژه از خیلی وقت پیش تو ذهن خودم بود. دادیم به 3-4 نفر شعر نوشتم، بالاخره یکیش خوب در اومد دیگه، مجبور شدیم بخونیم سوژه، ولی من از قبل داشتم اینو. پس اول که مثلا این سوژه تو داشتی، اولین نظری که اینو شنیدی چی فکر کردی؟ اولین چیزی که تو مغز رفت موقعی که من داشتم آهنگو ضبط می‌کردم، بعد از اینکه آهنگ ضبط شد همه چی درست، بعد میکس و همه چی، من احساس می‌کردم آهنگ بگیره، مردم دوست داشته باشن، چون سوژه‌ش و شعرش خیلی عامیانه بود به نظر خودم. و واقعا هستش، هر جا که بری همه از بچه کوچیک تا همه مادر پدر سنای زیادتر همه این آهنگو میرن. مرسی از خوبی خودتون شما. خیلی ممنون. باید کارای شماست. مثل دست مای فیوریت خودم خالی بنده. از دامنه بخاری یه تمره یا حالت آهنگ هندی داره. خب اصل آهنگ خالی بند اصلش یه آهنگ هندیه و خیلی قدیمه، شاید 35-40 سال پیش اونو خوندن توی یکی از فیلم های هندی، بعد من اونو شعر فارسی گذاشتم روش میخوندم. نخواستی به میوزیک ویدیو مثل هندی هم درست کنی باهاش؟ درست کردم ولی هندی نبود. هندی نبود که دوره درخت میچرخنه اینو نخواستی؟ نه نه بیا. Yeah.
اولین بار رفتی رو صحنه بخونی؟ آره یادم میاد. چه احساسی داشتی اون موقع؟ ولی اون موقع سرود میخوندم تو مدرسه. چند ساله بود؟ خب مدرسه دیگه چند سالم بوده؟ خب از همون 12 سالگی سرود میخونیم تو مدرسه. اون موقع حس کردی که یه روزی میخواستی خواننده بشی یا مثلا بچه که بودی میخواستی چی باشی بزرگ بشی؟ میگفتی من همیشه میخوام خواننده باشم یا یه چیز دیگه میخواستی بشی؟ نه اصلا من خیلی چیزای دیگه میکردم، کارهای مثلا هنرم چیز دیگه بود. بعد شدم خواننده دیگه چی بود؟ من اصلش فوتبالیست بودم، فوتبال بازی میکردم خیلی خوب، پرفکت بازی میکردم. بعد هیچ دیگه، کم کم من داداشم بزرگتر از خودم بود، کیبورد میزد، گروه داشتن و میرفت برنامه، منم کیبورد یاد گرفتم، کیبورد میزدم. بعد گیتار یاد گرفتم، بعد احساس کردم میتونم بخونم، قدرتشو دارم دیگه شد. بعد چیزه همینجوری اینجوری با یک چیزی نبود که مثلا اتفاقی پیش بیاد و بگی این من گفته که من باید برم خواننده بشم. خب راستش رو خیلی شاید ندونم، ولی من هر جا بودم چه ویو گفتم هیچ گلم نمیخوام بکنم، ولی من 8 تا کاست 8 تا CD دیگه هم دارم، عربی و آره خلیجی خوندم، تو دبی خوندم. چجوری میشه یکی اگه بخواستم آن CD رو بگن چجوری میتونم بگیرن؟ اگه صبر کنی من تا یک ماه دیگه سایت هم آماده بشه، چون سایت هم دارن کار میکنن روش، آماده بشه همش، همه کارهایی که داشتم قبلا رو سایت هم میذارم. سایت میدونی اسمش چی میشه؟ سایت هم فعلا نگفتم. mehrshadlive.com میشه. mehrshadlive.com. خب پس دیگه تا یه ماه دو ماه دیگه بینندگان برین رو mehrshadlive.com، هم کارهای جدیدتون روش میشه، هم جاره عربی اینه که هیچ کس نمیدونه. نه خیلی از آهنگا منو که من خونده بودم خوندم، مثلا آهنگ تو مثل گلی آهنگ من بود، اینا خوندن اینجا. چه جاله. من دوره اول دبیرستان بودم این آهنگمو خوندم، تو مثل گلی دوره مدرسه بودم خوندم. واو چه جاله. ببین چند سالته؟ من 25 سالم. خیلی جوونین. کوچیک نیستم و پیر شدیم دیگه. نه برو نه تمام اومده. به این آخه به این لول سکسس و موفقیت که رسیدی خیلی جوونی، خیلی مثلا سنشون خیلی زیادن تا یه آلبوم دارن که بزنن. خیلی هم میرن تا آخرمشم هیچ وقت یه آلبوم یه آهنگ هم نمیزنن. شانس هم هست. یه چیزی بهتون میگم، همیشه انسان موفق کسیه که مادرش دعای خیر واسش کنه. آخه جدی میگم، اگه اونو داشته باشی خودت هم یه ذره همت داشته باشی همه کار خواستن توانستن است. آره خواستن توانستن، یه کاری هدفی داشته باشی حد بخوای به هدفت میرسی. حالا هدف شما چی هستش؟ من هدفم اینه که همیشه سالم باشم و خانوادم سالم باشن، همه ایرانی ها سالم باشن. همه باشن. Oh, that's so nice. چه چیز خیلی قشنگی بود. آدم اگه سلامتی نداشته باشی چی نداره. کاملا راست میگه. 100%. کجا بری با آهنگ دوست؟ مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه کجا مرشاد خواننده کجا باشه؟ خب هر کی دوست داره تو کارش پیشرفت کنه، بهترین باشه، از همه بهتر باشه. منم تا جایی که بتونم تا 4 سال 5 سال دیگه کار میکنم که به وجود هدفی که میخوام برسم. بس مثلا دوست داری خوانندگی ادامه بری؟ آره. کار دیگه هستش دوست داری بریش توش بیشتر؟ به هر حال هر خواننده باید یه کاری داشته باشه، یه بیزنس دیگه داشته باشه پشت این کار که بتونه کار خودش رو راحت‌تر خوانندگیش رو ادامه بده، چون تمام بیشتر کار هنری همش بستگی به پول داره. همه کار هنری، خوانندگی، آهنگسازی، خوندن یا هر کدومش رو می‌خواد، باید به یه پول خوب که هیچ موقع خالی نباشه دسته، بتونه کارتو پشت سر هم انجام بده. یه وقت وسط یه کار موسیقی انجام بشه تمام کارا به هم می‌ریزه. میدونی تو کارهای دیگه دوست داری بکنی یا هنوز روش کار داریش کار میکنی؟ دارم کار میکنم روش، 3-4 تا مسئله هست که اونا رو دارم کار میکنم، هر کدوم بهتر باشه سر دارم. موسیقی
میشه کسی دوست دختر نداشته باشه؟ چرا؟ من دوست دختر ندارم. خب دوست منظور از دوست دختر نمیدونم منظورتون چیه دقیقاً. چون دوست دختر میدونی چیه؟ نه. باشه بگو دوست دختر معنی دوست دختر اول بگو برای تو چی هستش که بدونیم شما دوست دختر منی. یکی هم مثل شما دوست دختر منه. اوکی. پسرام میشن دوست پسر من. اوکی. خب عشق فقط زیاد نگو بخاطر اینکه بعد بعضی شاید فکرای دیگه بکنه اونجوری. خب اگه بذار واسه چی بگم دختری هستش که بیشتر دوستش داری که مثلا یه ذره عاشقش باشی فکر کنی یه جورایی شاید در زندگی بیشتر هم دیگر رو ببینی دوست داری مثلا کاری براش بکنی که شاید برای مثلا خواهرت و مادرت و دخترایی که فقط دوستت هستن بکنی فکرش نکردم نه اینقدر توضیح دادم همین نه فکرش نکردم مثلا خب اگه فکر کنی یه دختری باشه که مثلا بتونی یه جورای عاشقش باشی یه چیزی که مثلا شاید بیشتر از زندگی توشه باش توضیح باش بیشتر وقت بذاری و تو با هم دیگه وقت بذاری نه اون دختر باید چه چیزایی داشته باشه که مثلا چش شما رو بگیره علاقه من باشه برات دختر هم که بخواد با یه خواننده بسازه باید خیلی صبور باشه خیلی صبور باشه همه چیزا رو درک کنه ببین من به عنوان یه خواننده بیشتر کسایی که از من با من با موسیقی من حال میکنن جوانن اوکی 60-70% 80% دخترم 20% پسره من به پسرها خیلی از آهنگات هم حال میکنن و میرم مادر پدرم میهر جا که میری حتی مثلا مادر بزرگا هم یا میگه بابا تو دیگه کی هستی آره همه حال میکنن آره ولی دارم میگم ولی در عوض کسی که میخواد با من باشه باید خیلی چیزها رو باید نادیده بگیره خیلی چیزها رو توش صبر داشته باشه خیلی چیزها رو دقیقا متوجه بشه درک کنه خیلی چیزها رو اوکی که من فکر میکنم کار سختی هم نیست کار سختی نیستش خود شما پسر و خواننده هستی دختره نیستین که اون داره باید تعامل کنه خب اوکی پس صبر داشته باشه هبا مثلا از لحاظ اخلاقش اصلا ببین دختر باید خوب باشه دیگه فقط خوب باشه خب اینم بخواد دیگه همه دختر من بودت من دختر همه دخترها خوب نیستن اوکی خب بعضی که نمی کنن اصلا این سوال من نمیتونم جواب بدم هبا قیافش اصلا نه برحال... بعضی موبور دوست دارم بعضی مومشکی دوست دارم من مومشکی دوست دارم مومشکی لاغر دوست دارم لاغرم دوست داری خب دیگه پس 2 پوینت برای من خب حالا صبرم دارم یه جورایی اوکی باشه پدر باشی بچه دار بشی یا مثلا چیزی که مثلا بگی اگه شد شد اگه نشد زیاد در موردش فکر نمی کنی دیگه خود شما دوست دارین بچه داشته باشین من آره خب منم آره خب بخاطر اون نظر منه من هر موقع موقعیتش داشته باشم بتونم حتما ازدواج میکنم دوست دارم بچه داشته باشم دوست دارم یه خانواده خوبی داشته باشم
هیچ کس به اصلا شما راضی میشه خانواده خوبی نداشته باشین؟ خب بعضی نفر بعضی هستن که دوست دارن بچه دار بشن، باور خب باشه. بعضی هستن میگن نه من راضی ام حتی ازدواج کنم و بچه نمیخوام. هر انسان یه سلیقه داره. آره ولی سلیقه من اونه که وقت من موقعیتش که پیش بیاد. زندگی مهشا چه اتفاقی پیش میاد؟ موقعی که پا میشی و از رخت خواب میای بیرون چه اتفاقی پیش میشه؟ پیش میاد؟ خب من کلا تمام روزهای زندگیمو یا مثلا روزهای مثلا هفته به هفته برنامه‌ریزی میکنم. مثلا من امروز بعد ساعت 12 از خواب بیدار شم، مثلا 12 بیدار میشم تا یک وقت ناهارمه، یک و تا سه مثلا یه جایی میرم کارامو انجام میدم، کار خونگیمو انجام مرتب میکنم خونه رو، چهار میرم مثلا جیم، بعدش میام استودیو دارم تمرین دارم در برنامه‌ریزی. تو حرف بزنین روش کار کردین چیکار می‌خواید بکنین چیزی در موردش میدونیم هنوز میتونی چیزی بگی یا هنوز سیکرته؟ نه میگم حتما سید جدیدم آماده است، تقریبا کاراش تمام شده، فکر کنم تا قبل از دسامبر بیاد بازار. قبل از لاس وگاس؟ آره قبل از، چون من دو روز همون لاس وگاس فکر کنم، من چون 27 دسامبر تولدمه. آخش پس اونجا هم خوب حال میکنیم، تولدم پارتی تولد حتما حتما هم میگیریم اونجا رو. It sounds good. بعد سیدیم خیلی سیدی خوبی شده، بیشتر 9 تا از آهنگامو پوریا دوست خودم پوریا دنیاکان اونو تنظیم کرده، آهنگسازی کرده با شعرهای خیلی خوبی که از دوست خوبم مجید زاکری گرفتم و همچنین خانم آبادانی گل که خیلی زحمت کشیدن تو از موقعی که ما تو امریکا بودیم، مدیر کمپانی آهنگ هستن، خیلی زحمت کشیدن تمام کارا رو که واقعا در دسترس داشتم در اختیار ما گذاشتن که بتونم کارامو خوب انجام بدیم و پیش بریم. جای تشکرم هست از آرمین هاشمی مدیر برنامه خودم مستری 4 ام 4 به قول خودشون که واقعا زحمت میکشن، خیلی هوای برات هوای منو که دارن، چون هوای منو داره من هم هواشو دارم. واقعا بتونم این چند روزه که هم تو اورنج کانتی مشا جون جونی و هم این دو سه روز که توی سان فرانسیسکو بودن چقدر بچه با ادب چقدر پروفشنال بودن، آرمین جان برادرشون تمام کروم پوریا جون اینا خیلی پروفشنال بودن، چقدر باحال بودن، خودمونی، خیلی راحت و به ما که خیلی خوش گذشت، شدم که به شما هم خوش گذشته باشه. ما هم خیلی خوب بود، منم خیلی حال کردم. بچه اینجا همه خودمونی هم فرق میکنن، جو اصلا کلا جو اینجا فرق میکنه. بابا شما باحالین دیگه، ما هم باحال درمیاریم. پس اسم آلبوم جدید میدونین چی هسته؟ والا من دو تا اسم انتخاب کردیم، هنوز آخریشون بذار هر کدوم ویدیوش قشنگتر شو اسم سیدی رو میگونم میذاریم، یا میذاریم مثلا یا میذاریم هوا تو دارم. چه اسمای قشنگی. پس دیگه بینندگان عزیز منتظر باشین آلبوم جدید. این اولی چی بود که دومی دیگه میخواد چی باشه؟ من یه کامنت دارم در مورد یکی از آهنگاتون. اوکی. این آهنگ بهاره بعد بخونی شراره، رایت؟ بخونی شما؟ نه شما، من که خواننده نیستم، من میرقصم، تو بخون من برقصم شراره؟ من بخونم؟ آره؟ به شعرش بر میخوره من فکر کنم. من فکر کنم. حالا بذار بهشون بگی من زنگشون میزنم بهشون که اصلا بعد عوض کنیم یا آهنگ. اگه نه بعد یه آهنگ بسازی به اسم حتما من. شرار رو میخونم حتما. آره. حتما شرار رو میخونم. ببین من زب کردیم من دیگه. باشه نه میخونم صد در. اگه بشه نوار نکنم یه آهنگ میخونم پخش میکنم. حتما. به شماها شنیدین. قرار شد مرشد یه آهنگ به اسم شراره یا بهاره رو عوض کنیم به شراره. یا یه جری به اسم شراره. امشب بگم شراره. امشب شراره بگم.
من یا میپرم اون بالا میگم that's me. بینندگان عزیز دیدین چقدر گفتگو خوبی داشتیم با آقای مرشاد جان. خیلی بعد تشکر کنیم از M4 Production، آقای آرمین هاشمی، از تپش ایونتس، بعد از اولان نایت کلاب، از این کلاب به این قشنگی و موقعیت دادن که بچه بیان اینجا برنامه بذارن، و از آونگ آف کورس که سپورت میکنن مرشاد جان و آوردنشون برای همه ماها که ما هم حال کنیم باشون دیگه. خیلی ممنون برای وقتتون. منم از طرف خودم، از طرف همه دوستایی که با هم اونجا بودن تشکر میکنم، از همه بچه های اینجا، همه مهمون، کسایی که واقعا اینقدر مهمون نوازن و باحالن تشکر میکنم، و همچنین از همه شما بیننده های خوب ای تی وی شو. خیلی ممنون، تا برنامه بعدی، خدافظ.